اگه دنبال کار تخصصی تو رشته فنی میگردین اگه مهندس مدیر پروژه معمار یا تکنسیان هستین دوره های آموزشی فناوران با هدف دریافت لایسنس های دولتی و سرتیفیکیت های کانادایی برای شما طراحی شدن تا بتونید به سرعت با تخصص و تجربیات خودتون توی کانادا مشغول به کار بشید سلام از میکنم خدمت همه دوستانی که از همه جا یه کانادا و ایران شدن خیلی متشکرم از اینکه وقت گذاشتین تو این جلسه هستین امیدوارم این جلسه ای که داشتیم خواهیم داشت امروز جلسه مفیده باشه براتون شروع بکنیم یه بکراندی من بدم از خودم در رابطه با اینکه چجوری به اینجا رسیدم اصلا این مسیر چجوری طی شد همونطور که میدونید اونجا نوشته شده بود توی وبینار و انونسمنتی که داده شده بود برای وبینار من سوفوس فایروال ان انجینیر هستم الان Uh, همراه با اون uh, AWS Cloud Practitioner هم هستم. دو تا با uh, دیگه هم دارم از, uh, از شرکت کامپتیا، نتورک پلاس و A+ هستش که رو هم دیگه این باوندل میشه کامپیوتر کامپتیا uh, CIOs. حالا کامپتیا CIOs یعنی چی؟ یعنی کامپتیا uh, IT Operation Specialist یعنی کسایی که در زمینه uh, Operation Specialist هستن یعنی در همه کارهایی که اپریشنال هستش در رابطه با آیتی رو میتونن این دسته انجام بدن لایسنس های دیگه ای هم گرفتم حالا در این مورد صحبت میکنم که چجوری شد که این لایسنس های اضافه شد چون شما من قبل از اینکه وارد خاک کانادا بشم تا حدود ده سال پیش من سال هفتاد وارد شرکت آقاپازالا بستان تهران شدم وقتی که وارد شرکت آفازالا بستان تهران شدم به عنوان آیتی اپریتور ای ای وارد شدم اون موقع چیزی به اسم آیتی تو زبان فارسی وجود نداشت شغلی که برای من گرفته تخصصی که برای من در نظر گرفته شده بود هماهنگ کننده خدمات ماشینی بود با مسئول اچ آر یا همون امور کارکنان که اون موقع صحبت میکردی اگر ازش میپرسیدی که خدمات ماشینی یعنی چی اون فکر میکرد که یه چیزی ریلیتد توی تایپ اونجا چیزا کم کم خب مت... و با مدرکی که وارد شده بودم وارد آفازالاب شدم مدرکم اون موقع لیسانس اقتصاد نظری بود همونطور که خودمون همه میدونیم توی ایران کار کردن اینجوری هستش که شما فقط یه مدرک دارین و بعد خودتون وارد به یه سیستم بکنین بعد دیگه اون مدرکه چیز میشه یکم کم رنگ میشه و بقیه شروع میکنند و به شما همینجور با توجه به کار، کارایی که دارین کار دادن در طول ده،, ده سالی که تو سا کار میکردم من همینجور هیته کردم از همه خدمات ماشینی اومدم رفتم شدم مسئول ماشین سیستم ماشین سیستم اون موقع ما موقع یه مین فریم داشتیم در رابطه با آی بی ام که بهش میگفتن اس 400، اس 400. یه مین فریمی بود که با یه اسکیویل لنگویج نوشته شدیم لنگویج خودش رو داشت که اینجا بهش میگن سیکو مخصوص به خودش بود بعد اون یاد میگرفت یه دوره بود میگذروندی بعد با توجه به اون تمام آبه و همه این چیزها رو با اون یواش یواش که پیش کرد سیستم و ویندوز سرور، مایکروسافت سرور اومد و اینا دیگه آی و اون سیستم سیکل و اینا از بین رفت جایگزینش شد مایکروسافت. و سیستم هم همه بهینه شدن از به تدریج یواش یواش ما از اون حالت قدیم SQL 400 اومدیم بیرون از اون سیکل نویسیم اومدیم ابتدا با فاکس پرو شروع کردیم بعد از فاکس پرو دیگه برنامه ها عوض شد رفتش روی سیستم های جاوا و اینا نوشته شده بود که الان الان فکر میکنم که آبه رو با این سیستم ها پرداخت میکنم در طول مسیر کاریم سعی کردم که خب خودم ارتقا بدم و هیچ وقت نمیخواستم بایستم با همون چیزی که بود شانسی که آوردم این بودش که کنکور رو دوباره شرکت کردم برای فوق لیسانس و فوق لیسانس مهندسی صنایع گرفتم از دانشگاه امیر کبیر در رابطه با لسه... میجورش بررسی سیستم های مهندسی سیستم های اجتماعی اقتصادی بود یه مدتی هم تو اون پست کار کردیم و چون حالا میجر گرفته بودم با توجه به اینکه حالا میگم مدرک گرایی تو ایران خیلی مهم هستش آخرین پستی که تو شرکت آفازلاب داشتم قبل از مهاجرتم به کانادا مدیر درآمد مشترکین ناحیه سه ناحیه که منطقه سه آفازلاب سانتر قسمتی بودش که یه چیز حدود چل نفر کارمند زیر دست هم کار میکردند و کارمون فقط وصول آب ها رسیدگی به مشتری که این بحیده. تا اینکه تصمیم گرفتیم که وارد جرگه دوستانی بشیم که میخوان مهاجرت کنند به کانادا کاراش را انجام دادیم یه پروگرامی بود اون موقع توی نواز به اسم اکسپرس انتری پروگرام اکسپرس انتری پروگرامی بودش که در اون زمان شما رو جذب میکردن با توجه به تخصصی که دارید جذبشونم اینطوری بودش که از شما مداره که تونه گرفتن شما با میرفتین دانشگاه مداری که تونه توی ویس WES که یک سازمانی هستش که اولیویت میکنه مداری که عرضشبه میکنه که شما رو با توجه به تخصص و ثابت باهایی که دارید همه رو بردیم اونجا اولیت کردیم و به طور مستقیم و از طریق دانشگاه فرستاده می ما کاره نبودیم همه رو فرستادیم براشون و خوشبختانه پذیرفته شدیم برای پروگرام پی آر اقامت دائم استان نوازکاشی در سال 2016 وارد استان نوازکاشی ها شدیم خب مهاجرت همه ای خوبیش اینه که خب شما یه چلنج خیلی جدیدی شروع میکنیم مخصوصا اینه برای دوستان ایرانی دارم میگم که میخوام بیان و اون دوستان که تازه وارد شدن وقتی که وارد میشی علا خصوص منی که به عنوان اکسپرس انتری وارد شده بودم یک تصوراتی توی ذهنیت خودم داشتم که آره الان که میام اونجا دیگه سر سه ماه نهایتا تا شیش ماه رفتم سر کار وقتی که وارد شدیم خب خیلی من یه رزومه هم بر خودم درست کرده بودم یک رزومه جامع از همه تخصص ها و فعالیت هایی که داشتن هی ما این رزومه ها رو می فرستیم این بر اون هی ریجکت شد یه چیزی حدود مثلا فرض کنید که دو ماه دو ماه و نیم رزومه های من ریجکت می شد اون موقع یه سنتری بود توی نواسکوشیا تو هالیفاکس به اسم آیسنس وقتی که و میگفتن که اینا کمک میکنن به همه ای کسایی که مهاجرت کردن در رابطه با سیستم کاریابی در رابطه با اینکه چجوری خودشون تطبیق بدن با شرایط موجود و اینکه بدونن که چیکار باید بکنن چجوری باید جا پیدا بکنن چجوری باید جاب آفر بگیرن اینجوری توی سری از کلاس های اونجا که شرکت کردم کلاساشم هم مجانی بودن تازه فهمیدم که اون چیزی که ما تصور میکنیم با اون چیزی که واقعا وجود داره خیلی فهم میکنم البته تو کانادا اینجوری هستش الان وقتی که ما اومدیم تو کلگری من تازه به که اگر من مثلا لندینگم توی یک استان بزرگتری بود امکان پیدا کردن کارم در رابطه با تخصصی که گذرونده بودم شاید خیلی راحت تر. به سبب اینکه خب هرچی جمعیت بیشتر باشه بازار کار بیشتر هستش ولی خب متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم ما وارد چیز شده بودیم یه استان کوچیکی شده بودیم که استانی بسیار بسیار نمیشه گفت مثل مثلا تورنتو یا نمیشه گفت مثل آلبرتا یا نمیشه گفت مثل بی سی بودن که درآمد بودن و مهاجراشون زیاد بودن زیاد با مهاجرا مش... آشناگی نداشتن و بدبختانه ما با زمانی وارد شدیم که همزمان با ما بحران رفیوجی های سوری هم بود و اون ها خودشون مشغله مش... های خودشون رو داشتن و خیلی هم دیمندینگ بودن و آیسنس نمیتونه زیاد فوکوس کنه مثلا روی مثلا یک مهاجری که مثلا از طریق پی آر اومده با مثلا فوجی از رفیوجی هایی که نه زبان بلدن نه خلاصه در طی اون جلساتی که صحبت کردیم از طریق اونجا ما بینش نشستم که اون تصوری که ما میکنیم با اون تصوری که وجود داره کاملا متنافرن با هم دیگه یعنی اینکه خب شما درسته که فکر میکنید که خب یه تحصیلاتی داری یه سابقه ای داری اینا ولی بازار کار در رابطه با کار پیدا کردن توی کانادا شما اول در نظر بگیرن که شما باید حتما یک سری جنرال جاب هایی رو گذرونده باشین تا با سیستم کاری توی کانادا آشنا شده باشید اگر اون اون جنرال جاب ها رو نگذرونده باشید روی تو بکراند کاریتون وجود نداشته باشه این خیلی خیلی سخت ممکنه که بتونید کاری که شایستتون هستش رو پیدا کنی. حالا پیدا کردن اون جنرال جاب ها اشکالی نداره مثلا اینجا وقتی که شما یک کندی هم باشین میتونید در سن مثلا فرض بکنید جوونیتون در سن 20 سالگی 21 سالگی که در وارد سیستم کاری میشن جنرال جاب تا دلشون بخواد اس ولی در نظر بگیرید مثلا مثلا شما در سن 42 سالگی دارید وارد یک محیط جدید میشین بعد از یه بکگراندی که هستین وارد جنرال جاب شدن یه خورده سخته یعنی یه خورده که نه یعنی خیلی سخت ولی خب چاره دیگه ای هم نیست یعنی واقعا باید این دوره ها رو چرا شما شما ف... ما تو تصور من خودم مثلا تو تصور رو خودم فکر میکنم من آیلس هم هفت بود من تو تصور رو خودم فکر میکنم که من انگلیسیم خیلی خوبه ولی بعد وقتی که میمدیم انگلیسی آیلس هفت خوب هست ولی نه برای کار کردن و نه برای زندگی کردن چون وقتی که شما وارد محیط کار زندگی میشین با یک سری اسلنگ های مواجه میشین که مثلا اونا توی زن... تو بهتون یاد نمیدن و اکسنت شما مهمتر از همه جوری هستش که اگر بر خصوص باردی گستانی شده باشید که زیادی با اکسنت های مهاجرا آشنایی نداشته باشند فهمیدنش براشون خیلی سخته پس بنابراین مجبور شدم که جنرال جاب شدم جنرال جاب رو شروع کردم و خیلی خوب بود ولی خب مثلا اینه که اون جنرال جاب که شروع کردم جوابگوی نیاز من نبود چون من نیومده بودم اینجا برای اینکه که جنرال جاب شروع بکنم با توجه به بکراند مثلا توی مغز خودم بکراندم این بودش که من باید یک پستی در حد فرض کنید حداقل حداقل یک کارمند اداری عالی رتبه داشته باشم با توجه به اینکه من تو رزومه خیلی سنگین مدیریتی داشتم و 17 سال توی حداقل از اون 17 سال 10 سالش سابقه مدیریتی داشتم تا اینکه دوباره شروع میکردم همین رزومه دادن این بر اون ور رزومه دادن این بر اون بر. یکی از رزومه هام رفت یه شرکت ساختمانی هفت تا شرکت ساختمانی ها یه مدیر ساختمانی یه اینترویو بر من گذاشت تو اون اینترویو خ... با اینکه خیلی در همون روز من خیلی داون شده بودم نسبت به اینترویوی که داشتیم با توجه به صحبتایی که کرده بودیم من نکات خیلی خیلی خوبی رو مدیر شرکت مدیر شرکت که گفتش که دوست عزیز من شما به عنوان یک مهاجر وقتی که وارد کانادا میشی انتظار این نداشته باش که فوری با توجه به سابقه و با توجه به های ایژیکیشنی که داری شما رو بیانن بذارن سرپرست یه گروه بکنن چون اینجا شما با کنیدیانه در ارتباط است اگه میخوای سرپرست بشی بعد از پایین شروع کنی تا برسی به اون بالا هیچ وقت نمیتونی انتظار داشته باشی که مثلا من شما رو بیارم بزنم اینجا مثلا فرض بکن که سرپرست یک گروه کلاندری باشی بدون اینکه مثلا اون مدارجی که در رابطه با شرکت هستش رو طی کرده باشی دومین چیزی که به گفت گفتش که رزومه تو خیلی جامعه اگه دنبال کار میگردی بعد رزومت رو مطابق با اون کار درست بکن و سومین چیزی که بود چون استان ما خیلی کوچیک بود اونجا تو استان نواسکاشی یا میگم تو استان بزرگ تمام فهم میکنه سیستم ولی تو استان کوچیک یه حالت سیرکل اف تراست وجود داره سیرکل اف تراست یعنی اینکه یه دایره در نظر میگیرن که حتما تو تو اون دایره یعنی از نظر اونا بعد حتما تو اون محیط یا شما ادویکیشنی داشته باشی که کندین ادویکیشن باشه یا سرتیفیکیتی داشته باشی که کندین سرتیفیکیت باشه من فاقد هر دو تا اینا بنابراین چیکار کردیم با همون جنرال جابی که داشتم میگذروندم تصمیم گرفتم که وارد کالج بشه چون بگراندم آیتی بود خب خدمات ماشینی بود و اینا بود وارد یه کالجی شدم توی نوواسکوشیا به اسم ایستن کالج اونجا یه دوره دو ساله رو گذروندم در رابطه با سیستم ادمنستریت تو اون دوره که داشتم میگذرندم خیلی خیلی دوره خوبی بود واقعاً کالچرالی خیلی کمک کرد دوره کالج به من که بفهمم که واقعا با چی طرفم چی چه خواسته وجود داره علاوه بر اون اینکه اون دوره ده ده باعث شدش که من دو تا مدرک نتورک پلاس و ای پلاس هم اونجا بگیرم همینج پرکت بگم چون تو توضیح هم میخوام بگم در رابطه با هایی که برای دوستان بگیرن سرتیفیکیت های کامپیتیا سرتیفیکیت هایی هستن که خیلی راحت گرفته میشن و هر سه ساله بعد تمدید بشه این لزوم گرفتن دیگری دیپلوم من در با, با سیستم ادمین این بودش که من این دوتا رو بگیرم پس من مجبور بودم که این دوتا رو داشته باشم تو شرکت کردم اولین دفعه برای نتورک پلاس فیل شدم ولی خب همینه هیچ وقتم هم نباید دادم نامید بشه دوباره دور دوم که شرکت کردم قبول شدم نامم ها بود الان هم دو دوره ش... شیش سال شده دیگه دو نزدیک دوره دوم تمدیدش هستش که دوباره بعد امتحان بدم تا برم جلو با توجه به اون کاری که گرفت مردک کالجی که گرفته بودم یه، تونستم یه مدت خیلی محدود با آیسنس کار کنم همون امیگریشن سیستم میگه رفته بودم ازشون کمک میخواستم حالا شده بودم رفته بودم شده بودم مسئول آیتی اونجا یه شیش ماهی برای آیسنس کار کردم بعد از آیسنس دوباره خیلی شروع کردم رزومه نوشتن این الان تو, تو, تو این مدت رزومه هم دیگه خیلی تکمیل تر شده بود یعنی بهتر می نوشتم رزومه ها ولی بازم همون ریجکشن ها وجود داشت یعنی نمیتونستم که دلم بخواد با توجه به اینکه فکر میکردم الان سی مینم بردارم مثلا برای سی مین کنم نه نبود اینجوری اولین جایی که بعد از آیسنس من به من جاب آفر داد انتیتی دیتا بود انتیتی دیتا یک کال سنتری هستش که در رابطه با شرکت های مخت... چون کانادا بیشتر در رابطه با آیتی کار سرویس دهی انجام میده کار خدماتی انجام میده و خیلی از این کال سنترها وظیفه شون سرویس دهی به شرکت های امریکن هستش چون اینجا حقوقش نسبت به آمریکای خود پایینتر هستش بنابراین راحت‌تر میتونن میتونه خیلی بیشتر علاقه دارن از کنیدین استفاده بکنن و از آمریکا ها چون بر پول بیشتری بود بدن هم دلار بیشتر بر هم پول بیشتر بدم وارد کال سنتر انتیتی دی دیتا که شدم اینجا بودش که تازه فهمیدم که به در رابطه با زبان من چقدر مشکل دارم کال سنتر خیلی کمک کرد به من برای اینکه نحوه کامینیکیشن اسکیلم رو ارتقا بدم اینجا یکی از مهمترین ملزومات شما برای رشته کامپیوتر و هر رشته دیگه که میخواین داشته باشین کامیکیشن اسکیل هستش کامیکیشن اسکیل واقعا خیلی مهم اینکه شما بفهمین طرف چی میگه خواسته هاش چی هستش و اینکه چه جوری میتونید با نه طرف مقابلتون ارتباط برقرار بکنید و خواسته طرف رو برآورده بکنید این خیلی مهم بود بعد از انتیت دیتا واردی خود قسمت پیشرفته تری شدم در رابطه با کلی سرویسز کار کردن کلی سرویسز یه شرکت تا تو تورنتو بود ولی اونجا به صورت ریموت جاب میگنه من ریموت کار کردم برای منیو لایف به صورت مسئول آیتی آی آیتی سا، ساپورت منیو لایف کار کردم و بعد از اون کلی سرویسس منیو لایف رو واگذار کرد به کوریو که خورده بود به دوران کووید ما تو دوران کووید تنها کسایی بودیم که توی شرکت کار میکردیم و وظیفه خدمات دهی ما به مشترکین داخلیمون بود مشترکین داخلیمون یعنی مشترکینی که یعنی م... یعنی همه پرسنلی که توی منیو لایف کار میکردن هر کدومشون یکی یه لپتاپ داشتن یکی یه کامپیوتر رو خواستن کانکشنشون داشته باشن وصل باشن به پرینتر ادمین داشته باشن بعد از اون به واسطه نتورکینگی که داشتم اینا ای میکنم بخاطر این میکنم نتورکینگ رو به خاطر اینکه اینا ملزوماتی هستش که شما در طی مسیری که میخواید برای کاریابی به اون چیزی که میخواید برسید حتما نیاز دارید نتورکینگ یعنی چی نتورکینگ یعنی اینکه شما حتما و حتما باید یک لینکدین داشته باشید اینجا اولین چیزی رو که سرچ میکنن وقتی که اسم طرف رو میزنه اولین چیزی که نگاه میکنن رزومه شه اگه رزومه مورد پسندهشون باشه بعد دومین دوم جایی که میرن نگاه میکنن لینکدین طرف هستش میرن تو اون لینکدین نگاه میکنن ببینن که چی هستش بعد تو اون لینکدین اگر شما اینجوری هم نباید لینکدینتون درست بکنید که هر کسی که اومد وارد نتورکتون بکنید باید سعی بکنید که کسایی رو که در رابطه با تخصصتون هستن جذب نتورکتون میکنید اینجوری اهمیت و ارزش لینکدین تو میره بالا من سعی کردم بودم این لینکدین درست بکنم اون موقعی سود رو فکر میکنم پنجه شست نفر عد بودم بهش بهشون صحبت میکردم ارتباط قرار میکردم یکی از این کسایی که عد کرده بودم تو لینکدینم هم بودش که توی چیز داشتم توی خود کالج داشتم اون اینستراکتور من داشت برای یه شرکتی کار میکرد شرکت MSB بودش که منیج سرویس پرووایدرز ام اس یعنی این یعنی کسایی که کارشون پروواید کردن آی هستش برای شرکت های دیگه حالا چه جوری یعنی چی در این مورد توضیح بدم حالا اینا قرار بود در رابطه با اسلاید بریم جلو ولی بله خب یه گوشه ای میزنم بهش براتون ام اس وظیفهشون این هستش که مثلا فرض بکنید که شما یک لایر آفیس دارید یک هلت کیر دارید یک بیمارستان دارید یک فرض بکنید شرکت کانسترکشن دارید شما نمیخواید کسی رو به صورت دایرکتلی به عنوان آی استخدام بکنید که دنباله اون مشکلات رو داشته باشید میرید با شرکت های عامل سومی مثل به نام ام چیز میکنید قرارداد میبندید و تمام مسئولیت آی خودتون رو میسپرید به اونا این دوستان شروع میکنن برای شما فعالیت آی رو انجام دادن از همه نظر از شبکه گرفته از سرور گرفته از وی پی این ها گرفته از وی گرفته دیگه کامل این بستگی داره به این نوع قراردادی که با هم دیگه دارید اس که با هم دیگه دارید و شما خدمات رو و من وارد دیجیتال انجینیتی شدم دیجیتال انجینیتی ام اس پی نمبر ایست بود در اون زمان خوشبختانه توی سه سالی هم با اون شرکت کار کردم ارتقا پیدا کردم در این در این رابطه با این سه سالی که داشتم شک... در اون شرکت کار میکردم سریع جا وای نستادم چون ما در رابطه با آیتی نیاز به آپگرید شدن داریم هر چقدر شما سرتیفیکیت اضافه بکنید این یعنی اینکه که میزان کاریابیتون راحته حالا جالبی اینه که هر چقدر سرتیفیکیت اضافه بکنید به لینکدینتون امکان این که توسط هید هانترها شکار بشید یکی از مدارکی که من گرفته بودم AWS Cloud Practitioner بود وقتی که این AWS Cloud Practitioner رو زدم توی سیستمم برای اینکه من AWS بلدم یه هتانتری هم اومد ما رو شکار کرد و به ما پیشنهاد حقوق بهتر داد به عنوان سینیور تکنیکال کانسالتنت وارد شرکت روباتنیک شد در شرکت روباتنیک کار میکردم تا اینکه تصمیم به ما ترانسفر گرفتیم از نوواسکوشیا بعد از نه سال اندی وارد آلبرتا بشیم وارد آلبرتا شدن داستان جدید خودش داشت ریسیت شدن اینجا دیگه دوباره هم محالت میشه یعنی وقتی که شما از یک پرووینس به یک پرووینس دیگه انتقال پیدا میکنید از یک استان به یک استان دیگه جریان کار اینجوری هستش که باید دوباره شروع کنی به رزومه دادن دیگه روزی مثلا فرض بکنید من 20 25 تا رزومه میفرستادم این و رزومه ما دیگه دقیقا تکنیکال شده بود و تا اینکه بالاخره هی ریجکت میشد هی ریجکت میشد خیلی وقت و صحبت برای اینترویو میشد ولی وقت اینترویو نمیشد چون بعدش یه نامه میمد که نشده و یکی دیگر انتخاب کردن و اینا دل سرد نباید شد در این مسیر اگر واقعا دنبال کار هستید در رابطه با که دارید میگردید دل نداره باید تمام مدت تلاش بکنید شانسی که آوردم الان وارد شرکت آی تی پارتنر شدم در خدمت شما هستم آی تی پارتنرز نمبر وست هستش و شرکت پنجو پنجو فکر میکنم باشه تو دنیا به خاطر پرسنلی که داره و به خاطر مدارکی که داره بحث امروز ما در رابطه با چی هست؟ در رابطه با تکنیکالی تفاوت بین سیستم ادمینستریتور و نتورک ادمینستریتور هستش که ما داریم اینجا بر شما صحبت میکنیم. سیستم ادمینستریتور وقتی که ما مییم در موردش صحبت میکنیم چیزی که توی بازار کانادا از یک سیستم ادمینستریتور انتظار دارند خیلی خیلی ا... این بستگی به این داره که شما با چه شرکتی دارید سرکن. هر هرچی شرکت بزرگتر دقیقا تخصصی تر هرچی شرکت کوچکتر میشید مثل مثلا فرض بکنید فمیلی ها چجوری هستن که باید در رابطه با همه چی اطلاع جامعه داشته باشن شما هم باید در رابطه با همه چی اطلاع جمع داشته باشید یک سیستم ادمینستریتور کارش این هستش که ببینی که کامپیوترها، سرورها، نرم افزارهایی که در رابطه با اون سرورها هست، نرم افزارهایی که در رابطه با اون کامپیوترها هست، آیا بروز هستن یا نیستند، به دارن کار میکنن یا نمیکنن، نت... چگونه باید یک اه... مثلا فرض بکنید یوزر uh, رو اد کرد به ادمین یا دومین uh, چجوری باید مثلا وی uh, پی رو فعالیت uh, رو چک کرد درست هست نیست چگونه پرینتر رو مشکلاتی که این مشکلاتی از این قبل روزی یک سیستم ادمینستریت رو به رسیدگی میکنه مشکلاتی که در... در در اونا در اصل باید مطمئن باشن که تمام سافتور ها و هاردور ها و همه پریفرال در... دیوایسیزی که مربوط به یک اه، اه، کار برای یک یوزر میشه درست در نک از طرفی وقتی که داریم اینجوری صحبت میکنیم باید یک هم جامعه در رابطه با اینکه مثلا شبکه چی هستش یک دانش جامعی در رابطه با اینکه مثلا فرض بکنید اگر مثلا من میخوام با یک فایروالی مثل مثلا فورتینت سرکار داشته باشم اطلاعات جامع در اون رابطه داشته باشه یعنی که بعد نگاه بکنه و بدونی که مثلا فورتینت مثلا اگه بخوام من یه یوزر اد بکنم یا مثلا بخوام یه پورت اضافه بکنم فورتینت یا بخوام تو سوفوس فایروال یه پورت اضافه بکنم یا یه گروپ اضافه بکنم یا فرض کنید تو واچ بخوام اینا فایروال هایی هستن که خیلی جامع هستن و اینجا کار میکنن و برای هر کدومشون یه دورهایی وجود داره که بر حسب شرکتی که شما دارین کار میکنین نسبت به اینکه اون شرکت کدوم فایروال رو بیشتر داره باش کار میکنی یا مثلا فرض بکنید که اه اه با کدوم سیستما بیشتر کار داره باید برید دورهاش رو میتونید بگذرانید معمولا دورا دورهای داخلی شرکت هستش شرکت هم شما رو میفرستن برای اینکه اونا رو یاد بگیرین بر حسب کارهایی که دارن یه اطلاعات جامعی در رابطه با این چیزها باید داشته باشیم و کمک کنید به درصد فعالیتتون اینه که خدمات دهی به مشتری ها. حالا این مشتری ها دو نوع هستن بسته به نوع MSP یا بسته به جایی که دارید کار میکنید یا مشتری داخلی هستن یا مشتری خارجی هستن که مثلا شرکت های دیگه که دارید باشن سرکار میکنید از اون طرف یک سری شرکت ها هستن که یک سری نرم خاص استفاده میکنن مثلا شرکت هایی که در رابطه با لا هستن پی سی لا استفاده میکنن پرو لا استفاده میکنن فکر نکنید که بعد حتما پی سی لا رو بلد باشید یا پرو لا رو بلد باشید ولی خب تو شرکت داکیومنت کردن اینها وظیفه باز هم شماست یعنی قبل از شما کسایی بودن که با این افزار ها کار کرد اشکالاتش رو پیدا کردن تو هر شرکتی که شما میرین یه سیستم داکیومنتیشن هم هست در رابطه باهاش و شما که دارید وظیفه این هستش که اونا رو بخونید اگر ببینید که مشکل با اون هماهنگ هست اون مشکل رفع بگه اگر نیستش که باید بکن در رابطه با شغلی که ما داریم صحبت میکنیم ما سه تا تیر داریم تیر یک تیر دو تیر سه که اینا هر کدومشون بر حسب SLA ها فرق میکنن و کسایی هم که تو اون کار میکنن فهم میکنه مثلا وقتی که شما با تیری یک داری کار میکنی معمولا بیشتر سرکارت با این هستش که مثلا یوزرت ممکنه که مثلا یه پرینتر مشکل داشته باشه یا یوزرت مثلا پسوردش مشکل داشته باشه یوزرت مثلا ممکنه که کامپیوترش مثلا بالا نیاد بری ببینی چی کار میخوای بکنی وقتی وارد تیر دو میشی یه خود مثلا اشکالات بیشتر میشه زمان بندی که داری بهتر هستش یعنی خود تخصصی تر میشه که آیا چرا این نرم افزار کار نمیکنه چرا مثلا شیرپوینت طرف کار نمیکنه اینا چیزایی هستش که شما باش دیل و تیر سه میشه بیشتر خیلی تخصصی تر که در رابطه با اینکه م... میری ای بی بی شبکه میکنی اینکه مثلا فرض بکنید که مثلا, بکنی، مثلا اگه بخوای مثلا یوزر تعریف بکنیم توی سرور ما چجوری بعد یوزر رو توی سرور تعریف بکنیم چجوری بعد براشون مپ درایو درست بکنیم چجوری بعد اف اس درست بکنیم براشون اینا تایپ کالی وظایفی که داره همونجور که گفتم نصب کردن سرور و کامپیوترها ها هستش آپدیت کردن نرم افزاراشون هستش دیاگنوز کردن سرور ها هستش ببینید که مثلا مثلا سرور روشن نمیشه چرا روشن نمیشه چرا مثلا اتو شات دانش کار نمیکنه اینجور چیزها هستش بکاپ کردن دیتا اینا وظیفه سی سنسین هستش یعنی شما باید حتما بکاپ دیتا رو بلد باشید بکاپ دیتا هم کار نیستش معمولا شرکت ها با سیستم های بکاپ بوری کار میکنن که اینا میتونه اکرونیس باشه یه سری با دیتو کار میکنن دیتا کار میکنن اگه تو مدرک من من مدرک دیتا گرفتم به خاطر اینکه ما تخصصی در بوده با دیتا و بکاپ کار میکردیم و من مجبور بودم که دتو رو یاد بگیرم ولی خب این دیگه این دقیقا ربط داره به اون که شما کدوم شرکت دارین کار میکنین چیز زیاد خاصی نیست ولی خب اگر هم از برسیدن بکاپ دیتا گرفتید یا نه هیچ وقت نگی نه تا حالا بکاپ کار نکردم دوستان همیشه یک دوست بسیار بسیار خوب همراه شما هست به اسم گوگل گوگل سرچ خوشبختانه الان چه جی هم که وارد سیستم شده این دوتا دوست رو هیچ وقت فراموش نکنید نه اینکه میگم که مثلا برید بزرگتر از اون چیزی که مد نظرتون هستش اه اه چی میگن هندونه برداشتن یا خربوزه بیشتر از با... گنجایش دستاتون بردارید نه ولی بدونید که اگه مثلا اگه یه چیزی رو اطلاعات عمومی دارید در رابطه باهاش هیچ وقت نگید نه نمیدونم چون اگر تو محیط کاری دچار مشکل شدید همواره گوگل سرچ هست و خوشبختانه در رابطه با همه ی مسائلی که توی حداقل کانادا من دارم میبینم همیشه شما یک مطلب توی گوگل پیدا خواهید کار بعدی که هستش این هستش که دیترماین کردن ریکاوری پروسیجر ها هستش داکیومنت کردن اونا توی نرم افزارهایی هستش که شرکتتون داره باش کار میکنه همیشه یک شن... یه سری از ده... مثل مثلا بله بکاپ ویم هستش که یک از دوستان اینجا ش... اشاره کردن ویم بکاپ هستش من... من این نسبت به رابطه با بکاپ با این سیستمایی هستش که شما باش کار خواهید کرد در رابطه با, با داکیومنتینگ شرکت ها هر کدومشون سلیقه عمل میکنن یه سری ویکی دارن یه سری اسلک دارن یه سری مثلا فرض بکنید زندسک دارن استفاده میکنن یه سری آی گلو استفاده میکنن اینا چیزا هستش که زیاد سخت نیست وقتی که شما برای اون ام کار میکنید معمولا توی یک دوره فرض بکنید یک هفته اول نحوه کار کردن با اینا رو بهتون یاد میدن و فقط باید آشنایی داشته باشی که چجوری داکیومنت بکنی چرا چون داکیومنت کردن یکی از کارهای اساسی شماست اگر مثلا داری با یه مشکلی مواجه شدی که داکیومنت درش وجود نشته باشه شما حتما موظف هستین که داکیومنت کنی قدیم ما معنی رو به وقتی که سوال می‌کردم می‌پرسیدن که شما اکتیو دایرکتوری بلدی یا نه تو رزومه‌هاتون حتما باید می‌گنجوندین که من اکتیو دایرکتوری بلدم سeting of user accounts الان دیگه اون اکتیو دایرکتوری زیاد مهم نیست آژور اکتیو دایرکتوری هست که باید خیلی خیلی خوب باهاش آشنا باشید و مایکروسافت 365 الان همه شده مایکروسافت 365 از اکانت تشکیل دادن و اینا همش توی آژور هستش که آژور هم اسمش عوض کرده کرده انترا فکر می‌کنم جدیدن و این چیزهای در این رابطه دونستن اینجور چیزها کاره چیزهایی هستش که در رابطه با شغل شماست ما یه بحث دیگه داریم به اسم سیستم آنالیست این بیشتر در رابطه با کسایی میشه که کامپیوتر پروگرامر هستن یا مثلا کسایی که مثلا توی اینجا توی کالج اینجا معمولا کامپیوتر پروگرامینگ و کامپیوتر ساینس میخونن این تو اون بیشتر من به فکر میکنم بیشتر در رابطه با اوناست. چرا چون سیستم آنالیز کارش این هستش که بیاد بره بشینه مثلا فرض بکنید محیط کاری رو میاد در نظر میگیره شما مثلا یه شرکتی هستیم با پنجان نفرین پرسنل کارتون چی هستش مثلا کانسترکشنه نه افزاری که میخواین استفاده بکنید مثلا روه یا اوتو دسک لازم دارید برای این اتودسک برای اینکه مثلا بخواید 50 تا یوزرتون 3D کار بکنن شما نیاز به چه گرافیک کارت هایی دارید برای هر دیوایس نیاز به چه کامپیوتر هایی دارید نیاز به اینکه چه جوری سرورتون رو درست بکنید آیا بعد از جی پی سرور استفاده بکنید یا سرور عادی استفاده بکنید بعد کامپیوترهای قدرتمند بذارید این وظیفه یک سیستم آنالیست است سیستم آنالیست بیشتر بیشتر بیشتر, بیشتر, بیشتر کارش آنالایز کردن بیزنس و انفراسترکچری هستش که مورد نیاز هستش یعنی اینکه که در رابطه با سیستم ادمین بحثش اپریشناله سیستم آنالیز بحثش منیجریال یه خود بیزنس اون بیزنسی بعد بشینه دیترماین بکنه که چه چیزی لازمه چه, اه, اه, چه کامپیوتر من لازم دارم چه این کامپیوترم چقدر بر رم داشته باشه این کامپیوتر ها از کجا بخرم که کاست کمتری برای من داشته باشه بعد همواره هی بعد در اه, 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 اینترکت باشه بیت, اه, با مدیریت در این رابطه که ببینه که آیا مثلا مشتریاش که هم کسی هستن که با اون دستگاه ها دارن کار میکنن راضی هستن نیستن برای ارتقا و بهینی شدن اون سیستم ها چیکار باید بکنه برای همین این وظیفه یک سیستم آنالیست هستش پس بنابراین این کسی وارد سیستم آنالیست باید بشه که بیشتر اطلاعاتش جامعتر باید باشه در رابطه بکن. با اطلاعاتش باید بدن مثلا فرض بکنید که چند تا مثلا ما پرووایدر مثلا رم داریم کدوم چون ارزون تر میدن کدوم چون گرون تر میدن شرکت من چقدر باجت گذاشته برای این ها اونجوری در رابطه هستش بیزنس ریکوایمنت ها رو باید آنالایز بکنه دیزاین و دیولوب باید بکنه یعنی بعد همه این چیزهایی که شما همه این نیازها رو باید بیاد جمعوری بکنه بعد پروسس بکنه بگه آیا واقعا همه این نیازها لازمه جواب بدیم بهش یا نه تست بعد بکنی سیستم رو ببینی که بعد از اینکه مثلا فرض بکنی دیزاینش رو داد ببینی تست بکنه ببینی کار میکنی یا نه و در رابطه با بهره وری و به ارتقاء کیفی اینها تا مدت فعالیت بکنی این در رابطه با سیستم آنالیز یه بحث دیگه هم داریم در رابطه با نتورک ادمین نتورک ادمین با سیس ادمین خیلی خیلی مچن uh, حالا فرقشون چی هستش همونجور که گفتم اگه شرکتتون شرکت کوچولویی باشه هیچ اشکالی نداره که uh, از شما تقاضی اطلاع جامعه دارن در شرکت های کوچیک معمولا نتورک ادمین و سیس ادمین قاطی ولی شرکت بزرگتر باشه تخصصی تر میشه حالا چرا نتورک ادمین چی هستش ریسپانسیبلیتی نتورک ادمین مختص میشه به چیزایی که در رابطه با شبکه است حالا چیزایی که در رابطه با شبکه است دست مندیاش چی هست آقا من چه سروری باید بگیرم حالا فرض کنیم که سیستم آنالیست برام اومده گفته که من یه همچین سرور رو میخوام خب باشه من این سرور رو برم تو لنوو برای خودم بخرم این کار نتورک ادمین هستش یک س... لنووا یک سایتی داره شما میاد قشنگ وارد اون قسمت میشین پروسسورتون رو انتخاب میکنین من این پروسسور رو با توجه به این خواسته یعنی 300 میخوام بخوام این پروسسور رو من بعد مثلا فرض بکنید دوال باشه یا کورش چ... 16 کور باشه 24 کور باشه سرعتش چقدر باید باشه چه رمی رو باید براش انتخاب بکنم س... سرور رو میبندی تحویل نتورک ادمین میدی که روش نه رو نصب آقا من میخوام از اینجا الان وسط مثلا فرض بکنید آنتیگنش هستم توی یه قسمت جنگلی میخوام وای فای داشته باشم میخوام نتورک داشته باشم الان امکان نتورک نیست باید بره این وظیفه نتورک ادمین هستش که بره ببینه که بزرگترین آنتنی که میتونه استفاده بکنه از اونجا چجوری هستش و اون آنتن رو ست بکنه برای مشترک که دونه مثلا فرض بکنید دیش بذاره که بتونه از طریق اون آنتن وای فای بگیره و اینترنتش رو داشته باشه چه نوع کیبل هایی باید استفاده بکنم برای مثلا کارم کت 5 6 چه نوع کیبلی لازمه برای این کارم وایپ هم الان اشکال پیدا میکنه یا وایپ هم نیاز به اه... اه... چیز داره نیاز به ری داره نیاز به این داره که دوباره بازسازی بشه از اول اینها کارهایی هستش که مختص نتورک ادمین هستش یعنی در وقتی که ما در مورد نت ادمین صحبت میکنیم نت ادمین سر کارش بیشتر هاردویری هستش و تنظیمات مربوط به اینکه مثلا فرض بکنی اونجا دیگه نمیتونی بگی که من فقط یه اطلاعات جامع دارم از بورتینت وقتی که شما وارد به عنوان یک نتورک ادمین وارد یک شرکت میشی یعنی اینکه من میتونم به قشنگ گروه بندی فورتینت پورتاج همه چیزاش رو باید اطلاعات داشته باشم اونجا دیگه نمیتونی بگی که مثلا من یه اطلاعات جامعی در رابطه با مثلا فرض کنی سوفوس دارم نه شما باید بگی که خیلی خوب باشه من الان میخوام بیام مثلا سوفوس رو برای این شرکت نصب بکنم خب برای اینکه بخوام برای این شرکت نصب بکنم بعد ببینم که چه پورتایی رو باید باز بکنم بعد ببینم که چه گروه هایی رو بدم چه یوزرایی میخوان وارد چه گروه هایی باید بشن چه جوری بعد این ستاپ بشه همه اینا کار این هستش وای مثلا میخوام برای شرکت بزنم این کار چه هستش علاوه بر اون کارای اینستالیشن هم دارن مثلا فرض بکنیم تا هم که خدمت کردم آنتن نصب کردن داره توش کابل کشی داره توش وست کردن اتاق سرور داره توش اینا کاری هستش که انجام میدن و اینکه از طریق بکراند همواره با مانیتور مونیتور بکنن چیز رو همواره با مانیتور مونیتور بکنن وضعیت سرور رو مونیتور کردن وضعیت سرور یعنی چی؟ این نیستش که مثلا نگاه کنیم ببینیم که سرور داره آیا کار درست انجام میده یا نه نه این نیست بعد اونجا از وایر شارک استفاده بکنی از نرم افزارهای شبکه بعد استفاده بکنی ببینی چقدر پکت لاست داری چقدر کارت میتونه، کجای کارت ایراد داره، آیا اسپم فیلترین چجوری باید انجام بدی، چجوری باید مقابل ف... آ... آ... اسکما وایسی چجوری دستبندی بندی بکنی، آ... اینکه یوزرات سرعت بهتری داشته باشن، از چه وی بعد باید استفاده بکنی، از SSL باید استفاده بکنی، یا از یه پی پین دیگه باید استفاده از یه آ... پروفایل دیگه استفاده بکنی، برای VPN؟ اونها این قسمت وظیفه نتورک ادمینا هستش پس به اولین چه اون چیزایی که خدمتتون عرض کردم پروفشنالی ریسپانسیبلششون این هستش که نتورک کانکتیویتی شما رو به عهده بگیرن فوکوسشون هم روی ایکوپمنته. یعنی اینکه مثلا همه وسایلی که در رابطه با شبکه کار میکنه در هر صورت وظیفه اصلیشون اینه که کانکتیویتی شرکتی که باش در ارتباط هستند لاست نشه این وظیفه نتورک ادمین است بخوایم ببینیم بخوایم تایپیکالی با توجه به تع... تع... تعریفی تعاریفی که وجود داره همونطور که اینجا میبینید ریسرچ کردن و کردن هاردور ها هستش نصب کردن وسایل هستش کانفیگور کردن اون وسایل با هم دیگه هستش اینکه بیان ببینن که آیا این اگ... ام... نتورک من پکت لاستاش در چه عدی هستش مربوط به همون مانیتورینگ میشه دیتا بکاپ گرفتن هستش که این دیتا بکاپ اونجا یه خود مطابق با کارهای هستش که حتی چیز هم انجام میده معمولا این کار رو سی ادمین ها انجام میدن ولی اگه بکاپ به مشکل بر بخوره اونجاست که دیگه نتورک ادمین میاد تو کار که چرا مثلا با این نس نتونست ارتباط برقرار بکنه چرا بکاپ رو نمیتونه مثلا فرض بکنه تو این نس بگیره نمیدونم دوستان با وجه این احتمالا آشنا هستن دیگه ما دیتا،, دیتا بانک هایی که توی شرکت ها استفاده نمیشه بهش میگن و این که ببینن اگه مثلا اگه یه, یه شرکت مثلا فرض بکنه که چهار پنج تا دا برنچ داره یک از برنچ هاش نمیتونه کار بکنه خب این معمولا شرکت ها بین همدیگه با توجه به فایروالاشون چیز دارن VPN بین همدیگه هستش بعد اون وقت باید چک بکنه ببینی وی پی این ها چرا کار نمیکنن یا نه بعد فایروال هاشون رو ستاپ بکنه ستنگ یوزر اکانت اینجا باز هم اینجا نوشته ولی خب وظیفه سیس ادمینه بیشتر ستنگ یوزر اکانت ها رو سیس ادمین ها انجام میدن مگر اینکه اون یوزر اکانت رو بخواد توی فایروال انجام بده وقتی که بخواد تو فایروال انجام بده مطلق نمیزنن این سیس ادمین انجام بدن. حتما این وظیفه ای کسی هستش که نتورک ادمینی ده باشه و مدرک مربوطه اون فایروال رو هم داشته باشه و اگر یه آتیج باشه که باید ببینه که خب بررسی بکنم نه آتیج چجوری هستش معمولا بیشتر آتیج ها خوشبختانه اینجا با خطر برق و اینا هستش ولی خب بعض موقع میشه که مثلا یه اون میاد داون میشه می... یکی میاد بر حسب اشتباه آ... کابل شبکه رو به صورت راوند بس میکنه دوباره به یه... لاگ دیگه که باعث میشه لوپ بک بده تو شبکه شبکه میخوابه و اون وقت این ای بی بی ها میفته وظیفه نتورک ادمین که باید بگرد بده حالا برای این مشاقلی که صحبت کردیم ریکوایرمنت هایی که ما میخوایم داشته باشیم چیا هستش ریکوارمنت های جنرالی که لازم داره اینه که بعد در مورد نتورک اطلاعات داشته باشید چه سیس ادمین بخوای کار بکنی چه نتورک ادمین بخوای کار بکنی. چه آنالایزر بخوای سیستم آنالیست بخوای باشی بعد در رابطه با نتورکینگ اطلاعات داشته باشی در رابطه با نتورکینگ اطلاعاتی که میتونم بگم بعد داشته باشیم بهترین چیزی که میتونم بهتون بگم اینه که نتورک پلاس و کامپتیا رو باید بدونی یعنی اینکه من آیا باید چجوری مثلا ساب مفهوم ساب یعنی چی اگر دو تا سیستم در در دو سابنت مختلف هستن خب مطلق این دو با هم دیگر ارتباط مفهوم گیتوی یعنی چی مفهوم دی یعنی چی مفهوم استاتیک آی و داینامیک آی پی یعنی چی این این چیزها رو باید حتما این این اطلاعات رو باید داشته باشید و من چجوری میتونم مثلا آی پی رو مثلا کلاس A داره کلاس بی داره کلاس سی داره کلاس ای یعنی چی کلاس بی یعنی چی کلاس سی یعنی چی چقدر مثلا کلاس A گنجایش چیز داره دادن آی پی داره به دستگاه ها حالا در مورد دستگاه همه دستگاه ها چه از موبایل گرفته شده چه از کامپیوتر گرفته شده چه از این اه اه تبلت هایی که شما استفاده میکنی همشون با یک آی وارد سیستم میشن خوشبختانه یا بدبختانه بعد از کووید هم الان بیشتر رایج شده که bring your own device میکنه اون مسئولین یعنی همه اون کسایی که تو شرکت کار میکنن همه وسایلی که دارن رو با خودشون میارن هر کدوم از این وسایل یه آی داره پس برای اگر شما کلاسیکی داری انتخاب میکنی کلاسیک کوچیکی باشه از اون بین کلاس ای و سی خب برای این شما کمبود آی پی میاری وقتی کمبود آی پی بیاری یعنی یه مثلا طرف تو شرکت وصل به نتورک ولی نمیتونه کانکت بشه خب یعنی که آی پی کمه خب بنابراین خب حالا اونجوری چه جوری بعد پرابلم سالوینگ بکنم پرابلم سالوینگ من چیه پرابلم سالوینگ من اینه که برم تو سرور نگاه بکنم با بگم آقا مثلا رزرویشن لیز مربوط به اون رو ببرم بالا یا برم ببینم چی کام تام کارهای دیگه خیلی کارهای قصد میشه برای پرابلم سابیه هست استراتژیک تینکینگ بیشتر مربوط به سیستم انالیست میشه زیاد از شما استراتژیک تینکینگ نمیخوان مگر اینکه تو رده های بالای مدیریتی باشی ولی دیتا آنالایز هم و این دیتا آنالایز اینا مربوط به چیزایی میشه که بیشتر میره تو هیته نتورک ادمین و اون سیستم آنالایزر چون اینا اون کسی هستن که با اونا در کار دارن ولی هاردور اینستالیشن ها حتما باید بلد بشید یعنی مثلا اینکه مثلا یه رم چجوری جوری یه کامپیوتر بزنید چه جوری باز بکنید نترسید از این موضوع خوشبختانه همون دوستی که گفتم خدمتتون هستش همون گوگل و یوتیوب برای هر نوع وسیله که شما بخواید مثلا با سر کار داشته باشید همواره ی دونه، یه دونه کسی هستش که اون کار قبل از شما انجام داده و گذاشته با تشکر از همه دوستانی که این زمینه فعالیت میکنن این قشنگ میتونه به شما کمک بکنه برای اینکه بفهمیم مثلا فرض اگه من بخوام رم مثلا لنوو مثلا سری T400 رو عوض بکنم چه جوری بعد وارد سیستم میشه یه ذره اسکریپتین لنگویج داشته باشیم براتون باعث میشه که خیلی بیشتر مر... فعالیت بکنید تو زمینه شغلیتون چون م... علال خصوص پاورشل پاورشل یه چیزی هستش که دونستنش برای شما خیلی خیلی, خیلی خوبه نحوه اینکه من چجوری ولی اینکه من مثلا حفظ باشم چجوری اسکریپت بنویسم نه اصلا لزومی نداره چون باسم اما اقسام اسکریپت هایی که میخوایم برای پیدا بکنی از طریق گوگل به دستتون میاد دیوایس منیجمنت بعد بلد بشین دیوایس منیجمنت که ای ما اینجا داریم صحبت میکنیم منظورش این است که آقا مثلا این دستگاه من اگه مثلا اینا الان کار نمیکنه چیکار باید با بکنم حالا مثلا پرفورمنس دستگاه اومده پایین خب منم نگاه میکنم پیج فایل چقدر گنجش پیج هستش می نگاه میکنم اینم درایو مثلا فوله خب برای این دستگاه دیگه پرفورمنس نمیتون داشته این بشون بشون. این چیز هستش که با... این باید این بلد بشی کلاود کامپیوتینگ چیزی که ما داریم میگیم در مختص اجور هستش مختص ای هست ای اس هستش و بزنیم بگم گوگل هم یه ذره توی این زمین ها دارن و فعالیت میکنه Uh, ولی اینکه مثلا فرض بکنید که حتما باید طبق چیز بلد باشی این ادتیف هستش من نمیگم نه بلد نباشید ولی بعد مثلا فرض بکنید که وقتی وارد مثلا پورتال 365 میشید بعد اون قسمت آ، 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 انترار میزنی و مایکروسافت انترار میزنی که میشه صفحه آجور حداقل باید بدونی که مثلا یوزر رو از کجا میتونی پیدا بکنی حداقل باید بدونی که مثلا فرض بکنید که سکیوریتی محوی لاگین های یوزر کجا باید تعریف بشه تو پالیسی هایی که هستش به این نگاه بکن اینا رو این, اطلاعات رو باید حتما داشته باشی این اطلاعات هم در اصل کار کردن به نسنیات هیچ وقت هیچ وقت فکر که این اطلاعات رو میتونی از توی کتاب یاد صد دفعه بکنی هیچ وقت متاسفانه یادمون نمی. actual requirement هایی که ما داریم اینجا چی هستش مهمتر از همه education, education ایژیکیشن که داریم میگیم یا کنیدین سرتیفیکیت یا یک سرتیفیکیت مثل مثلا یک کالج دیگری باید رفته باشید یا یه فرض بکنید یه معسیسه رفته باشید دانشگاه رفته باشید در رفت این باش زمینه این خیلی خیلی خوبه یا یعنی اینکه حداقل میگم لایسنس یا سرتیفیکیت از شرکت هایی که محمد نظرشون هستش اون رو حتما باید داشته باشه حالا این شرکت ها کامپیتی هاست ماکروسافت هر کدوم که هستش باید حتما سرتیفیکیت داشته باشید تا بتونید م... تو این کار رو بکنید اگر خودتون تو الان سرچ کرده باشید در رابطه با رزومه ها میبینید که وقتی که جاب آفر که میزنند یارو یه قسمتی جدیدن گذاشتن برای جاب آفر ماشاءالله انقدر توش میزنه انگار که مثلا طرف مثلا میخوام با یه حقوق خیلی نازل مهندس ناسا استخدام بکنه ولی خب پس حداقل می که مثلا این این من این سرتیفیکیتو میخوام این سرتیفیکیتو میخوام حداقل A پلاس میخوام حداقل نتورک پلاس میخوام حداقل فلان 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 اینا رو میخوام این, می این سرتیفیکیتا رو باید داشته باشین اگر نداشته باشین رد میشین تو رزومه تو مرحله رزومه شما رد میشین اکسلنت کامیکیشن اسکیل هستش یعنی yani دقیقاً باید حتما و حتما بتونید صحبت بکنید حتما و حتما باید بتونید بشنوید و و حتما, حتما باید باعت بتونید جواب بدید اگر در نظر نظر زبان اشکال دارید این خیلی خیلی سخت میشه چون دقیقا اگر فرض کنید رزومتونم پذیرفته بشه توی مرحله اینترویو از بین یه نفر که خوب صحبت میکنه حتی اگر اکسنتش رو نفهمن و یه نفر که میزنه قطعا اونی که اکسنتشون نمیفهمن و خوب صحبت میکنن رو من نه شمایی که مثلا انگلیسی رو خیلی سلیس داری صحبت میکنی متاسفانه ما انگلیسیمون رو همجوری یاد گرفتیم که مثلا به جایی که بگیم طبق زبون محاوره خودمون بده من یه لیوان آب بخورم یاد گرفتیم لطفا اون لیوان آب رو بدهید برای من بیاور. این انگلیسی که ما یاد گرفتیم یه در رابطه با سیستمای ها... operating بعد فامیلیاریتی داشته باشین که مثلا سرور در رابطه با سرور مثلا سرور الان چند تا هستن الان 2022 اومده 2018 چی بوده این اطلاعات کلی الان ویندوز 11 چه جوری هستش ویندوز 10 چه جوری بود در رابطه با دیتابیس و نتورکینگ بعد نیم نالج داشته باشین نه که به نالج اصلی گفتم در رابطه اگه کارتون تخصصی هستش نیاز داریم ولی در رابطه با جنرال در بدونید یعنی چی و همینطور اکسپریینس اگر داشته باشی خیلی خیلی خوبه در رابطه با سی ها اگر بدونید که مثلا چجوری مثلا با یک اسکم باید مقابله کنید چجوری باید مثلا فرض بکنید که با یه فیشینگ اتک باید یا دینایل دا داس اتک باید مواجه بشین خیلی خوبه اسکریپتینگ ابیلیتی خیلی خوبه اینا چیزایی هستش که اکچور رکایمنت هستش که برای اینکه شما بتونید یه کار درست بگیرید. بحث شیرین صحبت در رابطه با اینکه خب اگر من فرض بکنیم که به عنوان یک سیستم ادمینیستریتور بخوام وارد بازار کانادا بشم چقدر خوبه از بعد از کووید خوشبختانه بازار این سیستم این, این کار رو به چرا چون کار در خانه یکی از اصلی ترین چیزهای شده که همینا استفاده میکنه وقتی که طرفدار کار در خونه میکنه نیاز به چی داره نیاز به ارتباط VPN داره، نیاز به کامپیوترش داره، نیاز به ارتباط ریسورس هاش داره حالا این ریسورس ها میتونه یا شیر درایو باشه که از طریق VPN پین دادی یا که میتونه از طریق شیر پوینت باشه که براشون فراهم میشه بنابراین همواره نیاز به آی الان بیشتر شده آماری که گرفته شده من براتون بردم اینجا According of uh, Bureau of Labor Services انتظاری که میره اینه که حتی از این چیزی که الان هست تو سال 2024 4 درصد هم افزایش داشته باشه و این خیلی خیلی خوبه یعنی این خیلی خوبیه چقدر من میتونم انتظار داشته باشم که حقوق بگیرم توش بین 55 پنج 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 تا 70 خواهشمندم دوستانی که در رابطه با سیستم ادمنستریتور و نتورک ادمنستریتور وارد این سیستم این بیزنس میخوان بشن انتظاراتشون رو بالا نبرن آره درسته ممکنه که مثلا شما برین خودتون رو مقایسه بکنین با یه نفر دیگه الان مثلا داره تو یه جایی توی بی سی کار میکنه داره صد هزار تا هم میگیره اون یه نفر رو بعد بری ببینی که چجوری به اونجا رسیده ما همه شبیه هم نیستیم یه چیز جنرال بین 55 تا 70 دنید. بیشتر هم نیست یا بیام جل... جلوتر بهتون بگم به طور متوسط اه... یه چیزی حدود 4000 تا در ماه پس بنابراین کسی که به عنوان یک سیستم ادمینستریتور میخواد وارد بازار کار بشه بر خودش برای یک همچین درآمدی هم آماده بکنه ما دوستان ایرانی که هستیم همواره اینم هم در نظر میگیریم که اوایل که وقتی میایم اینجا هر سی پول در میاریم به دلار داریم در میاریم هی مقایسه که میخوایم بکنیم با ریال ایران مقایسه میکنیم نه هم پولی نیست بعد نظر بگی که شما هزینه اجاره داری، هزینه بیمه داری، هزینه تکسو داری، هزینه کلی هزینه های افزایش هم داری. و اینا 55000 تا است. در صورت ولی اون چیزی که هستش توی سیستم این هستش. 55000 تا هستش. برای یک سیستم آنالیست یک هزار تاست. حالا این اطلاعات همشون مال همین اه، اه، من دقیقا دیشب این اطلاعات رو در بردم پریشب فکر میکنم جدید جدید هستش یعنی نمیتونی بگی که مثلا اطلاعاتش مثلا مال مثلا سال 2020 بود الان بیشتر شده نه الان بیشتر نشد چقدر دوستانی که تو این زمین کار میکنن راضی هستن از کارشون نظری که داده شده با توجه به همه بحث مدیکال بحث دنتال بحث ویژن کر بحث جنرالی سه از پنج از پنج یعنی يعني... خب البته اینم من خیلی واقعا میگم چون همواره ماهی قر میزنم من هر کارم راضی نیستم نه آیا کار راضی نیست خب چرا کارت عوض نه خب این کسایی که بودن 255 تا ریویو بوده تو این 255 تا دا... <تصفح> دوستان گفتن سوالی این چیزی نیست شما این که بعد ببینی که با کارت عاشق کارت هست یا نه اگه کارت دوست داشته باشه خب 5 از پنج. اگه کارت دوست نداشته باشه نه ولی فاکتورهایی که برای کارت باید در نظر بگیری حتما و حتما برای استخدام اینکه چه مدیکالی دارن خیلی مهمه چه برنامه دنتالی برات داره خیلی مهمه چه برنامه ویژن برای بینایی داره خیلی مهمه سوای تمام چیزهای دیگه حتما و حتما باید اینا رو در نظر بگیریم اصلا هم تعارف نداشته باشید اگر در رابطه با کاری که داری ا اگه میتونی حقوقش رو از قبل ببینی و حقوقش اون چیزی هستش که مد نظرت ازش بردنبالش اگر نه میبینی که حقوقش مشخص نیست تو همون جلسه اینترویو اول وقتی ازت میپرسه چه سوالی از من داری یکی از سوالات حتما این باشه چقدر حقوق به من میخوای بدی و هم مطمئن باش حتما و حتما باید از در رابطه با این حقوق اطلاعات داشته باشی که من که دارم میام مثلا توی بی سی میخوام برم تو زمینه آی تی تو سیستم ادمی فعالیت بکنم الان بی سی چقدر حقوق میده به طور متوسط به یک همچین شغلی خوبه رو نگاه نکن بدرم نگاه نکن متوسطش رو بگیر و همونجا رقمت رو اعلام بکن اعلام کردن رقمت این نشون میده که اون طرفی که داره اونجا میشینه میدونه می می که تو در مورد بیزنس اطلاعات داری و این رقم درست حسابی باید میبنده نمیاد رقم پایین باید ببنده چون اگه رقم پایین باید ببنده این رقم پایین دیگه برات اصل بعد میشینی هی کار میکنی میشینی سه از پنج چرا چون اوله درست صحبت نکردی حقوقی که مربوط به خود بوده نگرفتی همون شده رفته ست شدی با این نمودار افزایشیش برای سال اول برای یه کسی که انتری لول هستش یه چیزی حدود 49 هزار تا بعد در نظر بگیری درس وقتی که میاد به از یک سال میگذره بین یک تا چهار سال اول یه سال حدود 57 هزار تا بعد نظر وقتی که میری بالاتر بین 5 تا 9 سال میشی میشه 66 هزار تا 10 تا 19 سال میشه 73 هزار تا 20 سال به بالا میشه 75 هزار تا او حالا الان اینجوری میشه یعنی فکر میکنم که من یعنی هفتاد... نهایتش اگه با 20 سال سابقه 75 نه اینطوری نیست با 20 سال سابقه من دارم کسی که داره مثلا الان حدودا 150 هزار تا 200 هزار تا هم میگیره اصلا اینجوری نیست این یه چیز جنرال هستش که به شما دارم نشون میدن اکسپکتیشن متداول اگر هیچ کاری نکنی اینجوری میشه ولی شما چه موقعیتی داری؟ شما میتونی بیا چیکار کنی؟ به خودت اسکیل اضافه بکنی هرچی برم سرتیفیکیت بگیرم هرچی تو این پت برم جلوتر هرچی خودم رو بیشتر نشون بدم درآمدم میره بالاتر پس من این لزومن لازم نیستش که ما این رو به عنوان یک شماتیکی در نظر بگیریم که آ تا آخرش همینه من دیگه نهایتا هفتاد پنج بیشتر نمیدم نه نهایتا اینجوری نیست این به خودتون ربط داره اسکیل که هستش این هست که سیستم ادمینستریتور نتورک منیجمنت انیمیسون وی ام ور هستش بعد در رابطه با وی ام ور من صحبت کم کردم ویرچوالیزیشن uh, uh, خیلی بحث جالبی هستش که توصیه میکنم حتما یاد بگیرید چون خیلی نیاز من الان دیگه مثل اون نیستش قدیم نیستش که مثلا یه اتاق سرور باشه ده سرور بزنن نه یه سرور میزنن یه هایپر وی روش نصب میکنن تو این هایپر وی میگم 500 تا سیستم نه 500 تا ولی من نه مثلا در 15 تا سرور دیگه میزنن زیرش که اینجوری ساپورت بکنن که اونجا در مورد وی ام ور و هایپر وی و اینا هستش که صحبت میکنه مایکروسافت اکتیو دایرکتوری تو اجر یاد میگیرین لازم نیستش که زیاد باشه من این انفورمیشن اسکیلایی که میتونه افکت بذاره روش دوستان من توی فناوران همشون اساتید اص... این منظم هستن اگر شما پراجکت منیجمنت داشته باشین 23 درصد و پای حقوقتون افزایش میشه 23 درصد شغلتون رو میبره بالا 23 درصد در این حد چیز میکنه یعنی من توصیه میکنم که اگر وقتی که یه شرکتی پیدا کردی خود خود جا انداختی و یه جامپ خیلی بزرگ بکنی حتما برو دنبال پراجکت منیجمنت آیفی سکیوریتی آیتی سکیوریتی یعنی اگه سایبر سکیوریتی اینا بلد باشی بازم اینم 23 درصد خب من نمیتونم پراجیکت منیجمنت داشته باشم چون پراجیکت منیجمنت یه بحث خیلی جدایی ولی من میتونم برم سایبر سکیوریتی بخونم اگه بری تو سایبر سکیوریتی بخونی الان بازار کار 23 درصد پولش بالاتر جاوا اسکریپت بلد باشی 22 درصد وب سرویسز آمازون بلد باشی که خیلی سخته 9 درصد <تصفح> ویرچوالایزیشن 8 درصد پاور 8 درصد هم. اینا همه ادیتیوهایی هستش که باعث میشه که شما انتظار این داشته باشی که بتونی حقوق بیشتری نسبت به اون پایه‌ای که براتون آوردم داشته باشید اما در رابطه با اینکه ببینیم که سیستم ها همونطور که گفتم هر جا به جان فهم مثلا الان من این جدولی که برای شما آوردم تو مونتریال نگاه بکنین الان پریر بهشون 88 هزار تا میدن تو برلینگتون 82 هزار تا دارن میدن تو تورنتو دارن 80 هزار تا میدن تو ونکوور دارن 79 هزار تا میدن تو اتاوا دارن 78 هزار تا میدن همینجوری بریم پایین‌تر میتونه خیلی راحت خودتونم برید سرچ بکنین پس من این با توجه به پایه‌های حقوقی هم تو هرجه یکسان نیست با توجه به پرووینسی که دارید کار می‌کنید با توجه به اینکه کدوم شهر هستین این پایه حقوقی ها فهم همینطور در رابطه با سیستم آنالیست اگه نگاه بکنید می‌بینید که اویو تو مونترال هزار تا بیشتر می‌گیره یه سیستم آنالیست از یه سیستم آنالیست تو ادمونتون یا مثلا تو ادمونتون اینجا تا اینا چیزایی هستش که باید همواره مد نظرتون داشته باشید که ادتیوایی که شما اضافه میکنید به مدرکی که دارید و به تجربه‌ای که دارید همشون باعث میشه که بارگین شما رو ببره بالا نرخ بارگین کردن نرخ ام... چون زنیتون رو میبره بالا در رابطه با اه... چیزی که دارید اما حالا بیم ببینیم که یه سیستم آنالیست مثلا میتونه که اه... سیم... اه... یه مقایسه بوردن براتون اینجا در رابطه با سیستم آنالیست با یه تی آنالیست با یه آنالیست اینا چیزایی هستش که ریت هستش که شما در سال 2024 میتونید در نظر داشته باشید که اگه به عنوان یه تی آنالیست استخدام بشین یه چیز رو بوده هزار تا بعد در نظر بگیم من اگه به عنوان یه آنالیست بخواین 66 هزار تا به عنوان یه دیتا آنالیست 76 تا بیزنس آنالیست هزار اینا چیزایی هست که شما خیلی راحت میتونید بری بکنید خودتون در ببینید که چجوری هست فقط با عنوان مقایسه بودم اینجا که قبل از اینکه میخواید برید برای جاب اقدام بکنید حتما و حتما اطلاعاتش رو داشته باش بدون که حتما متوسط حقوق ابریج حقوقی که در رابطه با این جاب میخوام بگیرم در چه حدی هستش آیا دارم به من حقوق پایین میدن یا نه آیا میخوان از من بیگاری بکشن یا نه اینم در رابطه با آ... IT ساپورت و نتورک هستش. اگر یه نفر IT ساپورت بخواد استخدام بشه، بعد نظر داشته باشه که حقوقش باید بین 55000 تا باشه برای یه پای برای نتورک ادمین 61 هزار تا برای سیستم انجینیر چون اینات عناوینی هستش که توی رزوم توی جاب آفرا میارن وقتی میگه من آی تی تکنیشن میخوام شما بعد در نظر بگیرید که مثلا من 60 هزار تا حالا بعد می صحبت میکنیم اینو یار مثلا بدید 30 هزار خب ما هم نمیگیرن بار بیگاری بکشم نمیرم سراغش ولی اگه مثلا تکنیکال ساپورت اسپشیالیست معمولا کال سنتر های بیچاره بی ساعت حساب تست بی دو پر آور من نیست مثلا چه جوری مثلا میخوام بهشون بدن حالا آورلی بی ساعت دلار چیز معقولی هستش سیستم ادمینستریتور پتی رو که میتونه دنبال بکنه یا میتونه بره بشه information تکنولوژی منیجر یا میتونه بره بشه سیستم سینیر سیستم ادمینستریتور یا میتونه از uh, که اگه وارد سیستم سینیور سیستم ادمنستریتور بشه گرو پثی که داره این که بره بشه آی تی منیجر یا سیستم ادمنستریتور یا سایت ریلایبل اس ار به تاب دوستانی که مثلا وقتی که یارو میگه من ده سال سابقه دارم تو یکی از این ها قرار میگیره پس بنابراین این اون اوریجی که به شما نشون دادم اون نموداری که بهتون نشون دادم که نوشته بود در 20 سال 70 هزار تا مال کسی هستش که تو 20 سال همین ابتدا به ساکن مونده همینجا این بنده خدا تو اینجا نشسته هنوز هیچ کاری نکرده نرفت اصلا دنبال این مقولا اگه 20 سال تو خودت بخوای درجا بزنی بله 70 هزار تا با سیستمت نیست ولی اگه تو تو 20 سال اینجا موندی یعنی که خب اشکال داری. اگه میشه 20 سال توی شو جایی باشه با ارتقا نشه اصلا پروموشن یه چیزی هستش که شما همواره بعد دنبالش باشی من چه جوری خودمو ارتقا بدم چه جوری خودمو آپگرید کنم اگه میشه آدم نخواد آپگرید بکنه نه من نشستم اینجا خوبم دیگه دارم درآمدم عزیز من ما همواره با تورم و اینا مواجهیم همواره با چیزای دیگه مواجه هستیم خود اون شرکت هم همین بعد از اینکه تو رو ببینه مثلا 5 سال نشستی داری درجا میزنی خود به خود دنبال یه بهانه میگردی که عزتو بخوای تو بعد نشون بده که ایمپروو می‌خوای بکنی پس از مثلا اون چیزی که در رابطه با اون قسمت خدمتتون عرض کردم با این گروز پن... در رابطه با سیستم ادمین سایت و معروف ترین شرکت هایی که هستن این یه سریشون اینان مثل مثلا کی پی ام جی سی جی آی اکلیم هلت بوهمیا گوگل مایکروسافت آیا شما رو قبول میکنن؟ نه به خودتون دلخوشی ندید اینا معمولا وقتی که میرن توی این مارکت ها از قام طرف خودشون انتخاب کرد و مجبورن که توی جاب مارکت بزنن که طبق قانون بر بگن که اون مارکت خواهد ورود اینا نمیگم امکان پذیر نیست ولی خیلی است برابر این خودتون به درخواست بین نکنید که آن من دارم هی برای سی جی آی انتصال من سی جی آی رد کنید خب من معلوم میکرم سی جی آی طرف داره معمولا میرن از یا از جاب ریفرال میگن یا از داخلشون میگیرن مثل مثل ایرانی ها میمونن معمولا اینا یه حالتی دارن که اول ما اگه بخوایم کسی رو بگیریم از داخل مجموعه خودمون کسی باشه که بیاد کمک از خارج مجموعه نمیگیرن ولی شما میتونید به که اهداف کوچیک کنی با یه شرکت کوچیک بری جلو بعد یواش یواش که سابقت رفت بالاتر هی hey, برای جاهای بهتر چیز بکنی اینا برای سیستم آنالیست یک گرون ترین هایی که من بعد نظرم دیدم یونیورسیتی اف بریتیش کالام بیا به سیستم آنالیست شغل میده 106 دلار این یعنی اصلا رو اون که داشتیم صحبت میکردیم نمی گنجید یا مثلا آلبرتا بلو کراس داره 83 هزار تومان به سیستم آنالیست اما واقعا واقعا وارد شدن تو اینا هم همچین آسون نیست اینا یا معمولا یا امتحاناتی دارن یه سری اینترویو های مثلا یکیشون بود من می‌خواستم برم هفت مرحله اینترویو داشت ما یه هفت ما یه محله داریم که شما مثلا باید وارد سیستم بشی خب شدی دست در نکن الان اومدی یه اینترویو جنرال داریم که ببینیم تو اصلا با کالچر شرکت ما میخوری خب ما اونم قبول شدم یه اینترویو تخصصی داریم که ببینیم که آیا با تخصص با تخصصش خیلی قنده داره مثلا از من میپرسید که آقا این تا میخوای مایگریت بکنی جیمیل رو تو 365 با نرم افزاری به اسم نرم افزار بیت تایتن برا من تبهایی رو که میزنی رو نام ببر و بگو چی کار میکنی صد سال نمیتونه واقعا نمی. من نگاه بکنم میدونم چی کار بکنم زبانش گفتم گفتم من انگلیسی زبان دوم همه. من اینجوری نیستش که این رو حفظ باشم این واقعا واقعا با کدوم پروسیجری شده می آیا واقعا خودتونم بر حسب این حفظ کردیم مگه الان از تو بپرسن که مثلا فایر مثلا فورتینت رو چجوری میخوای یکی روزایی بهش قد بکنی میتونی به هم بگی تباش دونه دونه نام ببری بگی که خودشان قبول کرد نه ولی خب این پروسیجر شرکتمونه و گفتن اینجوری شرکت اینجور بپرسیم اینا که اینجوری معمولا خوب خوب اینجوری هم هستن و دیگه خیلی تاپ باشه که بتونیم وارد بشیم اولی بهتره که با اهداف کوچولی بری جلو نام... زیاد به خودتون چیز ندید امید واهی ندید سرتیفیکیشن هایی که به در شما میخوره چی هست؟ هنوز من 10 تا دیگه مونده <تصفح> سریع جلو سرتیفیکیشن هایی که به درتون میخوره ماکروسافت، آمازون، گوگل، کامپیتیا، دل، سوفوس همه این سرتیفیکیت ها رو برین دنبالشون سرتیفیکیت هایی که میتونید بگیرید رو در رابطه با سیستمتون اگر شما از ایران داریم میای لاغر یک سرتیفیکیت از این شرکت ها باید داشته باشی برای اینکه حداقل بتونید سخن بگی تو این زمین اگه تو اینجا هستی و داری دنبال کار میگردی میدونم سخته ولی واقعا سعی بکنید یکی از این سرتیفیکیت ها رو بگید یه دوستی از من پرسیده با AZ900 بله الان من دارتون میرسم به قسمتی که AZ900 هم نوشتم نگاه کنید کامپیتی هم مثلا A پلاس داره A اگه بتونید به A پلاس رو الان در حال حاضر 349 زیاد پولش ولی بعد بخونی امتحانش CASP هست کلاد Plus هست کلاد اسنشیال هست اینا خود خود به خود بس بگو نتورک پلاس هست ولی دو تا از اساسی تریناش واقعا اون چیزی که توی اکثر رزومه ها میاد یا کامپیتیا A Plus میخوان یا کامپیتیا Network Plus پس حتما و حتما یکی از این دوتا تا رو مد نظر داشته باشید که داشته باشید لرنینگ پت کامپتیا چجوری هستش لرنینگ پت کامپتیا حالا جالبیش اینه گفتم هر سه ساله بر شما اه، اه، خودتون رو امتحان بدیم مجددا پایین ترینش A بعد میره دیتا پلاس سیس پلاس که من توصیه نمی کنم وقتتون رو صرف اونا بکنید ولی میتونید برید سراغ نتورک پلاس شما اگ، اگر, بخواید لایسنستون رو تست بکنید افزایش بدید یا دوباره مجدد بزنید اعتبارش رو نیاز به این نداره که برید حتما هر دو رو بگیرید اگر شما نتورک پلاستون رو فقط امتحان مجدد بدین ری ایوالویت بکنین خود خود ای پلاستون تو رزومه حتما بزار باشه دقیقا سی شما حتی اگر اکسپایر هم شده باشه بسیار ارزش آقا خانم آقای مازیار فکر کنم بعد uh, الان یه مبحثی اومده کلاد پلاس رو شروع کرده داره ارس میده uh, که این کلاد پلاس اگر یکی بتونه بره بگیره کلاد پلاس میاد تمام اون نتفر... مدرک های پایینیش رو ری uh, میکنه ولی به شرط اینکه اون مدرک پایینی داشته باشی نمیتونی بگی خب من رفتم کلاد پلاس گرسه یعنی من نتفورک رو پلاتم. نه خود به خود تو کلاد پلاس اون سوال رو ازت میکنه ولی این به این معنی نیستش که تو نتفورک پلاس داری تو کلاد پلاس داری تو لینوکس پلاس داری درسته که لینوکس پلاس بالاتر از نتورک پلاس هستش ولی نتورک پلاس نیست اینا رو در نظر بگیریم وقتی یه رو میگه من نتورک پلاس میخوام تو نمیتونی بگی آقا من لینوکس پلاس دارم نه آقا من نتورک پلاس میخوام بعد الان همشون شده به صورت اه اه ای, آی تی اینتلیجنت شده یه نرم افزار هست اینو میدن تو اون نرم افزار رزومه شما رو اون نگاه میکنه میگه من ریکوایرمنت هم چی هستش این ریکوایرمنت ها با این تطابق داری یا نه حداقل هفتاد درصد باید تطابق داشته باشه تطابق نداره دامپتون میکنه میذاتون بیرون بعضی جاها مثل این ریت هستش که میپرسه ازتون که آیا شما دلتون میخواد که این رزومتون رو ماشین ببینه یا آدم آدمه ممکن یه خورده بهتر سطح درکش بالاتر باشه ولی رو یو ویل نیور نو آیا واقعا آدم بیر نگاه میکنه یا نه یوزفول کورسای که در رابطه با مایکروسافت هستش حالا رسیدیم MS 900 هستش حتما لازمه توصیه میکنم حتما برید بگیرید Dynamics یه خود تخصصی تر در رابطه با اپلیکیشنه هستش که توی uh, 365 شما میتونید استفاده بکنید بعد نیست ولی AZ 900 خیلی لازمه حتما توصیه میکنم حتما بگیرید و AI 900 الان جدیدن قیمتشون هم 99 دلار یو اس حالا چرا من توصیه میکنم این مایکروسافت رو بگیرید یا ما گفتیم که در رابطه با این مساله ما دا... بزن اینم بگم که حالا خب اینا تست اینا رو همون میتونید تو گوگل سرچ بکنید ببینین که چه هستش خیلی راحت با یه سرچ توی گوگل پیداش میکنید و اینجا همین نوشتم همیشه بیادت نوشته باشید گوگل is your best friend is your best friend اگر شما رزومه بلد نیستی بنویسی حتما رزومت بده حداقل چت جی پی تی بنویسی خوشبختانه فارسی هم کار میکنه ولی خب بهتره که چون میخوای انگلیسی بنویسی ما انگلیسی بهش بدی اطلاعات ازت میگه رزومه حتی چت جی پی تی شین هم تو حالتای پیشرفته جدیدا چیزام میکنه تو حالتای پیشرفته جدیدا براتون لینکدین پروفایلتون هم درست میکنه حتما این کار رو باش بکنید من خودم این کار نکردم ولی بهتون توصیه میکنم که حتما این کار رو بکنید کورس آرا رو من نمیشناسم برای سرتیفیکیت ولی مهمترین سایتی که میشناسم پیرسون ویوه سو so, um, معمولا پیرسون بله پیرسون بهتری. که میتونی برید حتی اگر شما برای یه چیز هم بخواین برین برای هر کدوم از این مایکروسافت رو بخوایم اقدام بکنین از میپرسه میپرسه که آه، آه، وقتی آه، تو ایران هم اوکیه پس پیرسون... هم اگه میتونیم پیرسون بدیم دیگه بهترینش هم پیرسون پیرسون واقعا حتی میگم همه مدرک های مایکروسافت تحت پیرسون انجام میشه همه مدرک امتحانه چیز هم هم تحت پیرسون انجام میشه پیرسون متولی همه این هست بنابراین عالی خیلی خوبه دیتا آنالیز برای آی بی سرتیفیکیت چطور هستش؟ خوبه هرچی سرتیفیکیت بهتر بیشتر بهتر من من اصلا مخالفه هیچ نوع سرتیفیکیت نیست هر نوع سرتیفیکیتی که در این زمینه میتونید بگیرید اضافه کنید تو نه حالا من نمیگم سرتیفیکیت بزنید من اکسل بلدم چون این خیلی خنده داره من دیدم مثلا پای روز یه رزومه داشتم نگاه میکنم نوشته من اکسل بلدم اکسل ورد پاورپوینت دیگه قدیمی شده حتی اگر هم اینا رو بلدی بزنم مایکروسافت 365 بلدم نزن من اکسل بلدم ورد بلدم پاورپوینت بلدم این چیزا رو دیگه بعد دستتون میاد شرکت هایی که من میشناسم که برای اینکه اینجا تو کانادیا ها خوب هستن برای درس دادن دل خیلی خوبه برای درس دادن استورم وین شرکت خوبی بود من باش کار کردم در اونجا. اینا یه سری اساتید دارن که به شما درس استورم یکی از اساتید خیلی خیلی معتبر توش کار میکنه ویل پنک این کسی هستش که نویسنده یه،, یه چیزی حدود 15 الی 20 تا کتاب سایبکس هستش در رابطه با نتورک پلاس پلاس بلا 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 بلا, بلا, بلا. که توی ایران اسم بین ملایی داده میشه آنورد توی و اعتبار میتونه شد بله نمیتونه داشته باشه اگه تو شما بحث ما رو کرده باشی اگه تو پراوینس کوچیک میخوای بری یه خود مشکل بدم میکنی ولی پراوینس بزرگ راحتتر قبول میکنند بله میتونی این یه توضیح کوچیکی در رابطه با MSP دادم که قبلا فکر کنم براتون گفتم من سرویس پرووایر چیکار میکنه من این سرویس پرووایر الان خیلی معروف ترم شدن به خاطر چی به خاطر اینکه سرتیفیکیت هایی که شما دارید حالا این سرتیفیکیت به چه دردتون میخوره من سرتیفیکیت دارم مایکروسافت فاندامنتال 365 سرتیفیکیت دارم اجور ای زی 900 این سرتیفیکیت مال من هست ولی وقت وارد شرکت ام میشم به اون شرکت اعتبار میبخشید MSBA در ارتباط پارتنرشیپ هستند با مایکروسافت این پارتنرشیپ ها تحت عنوان گلد و سیلور تعریف میشه حالا بر این اینکه گلد خیلی بهتره سیلور چجوری حالا چرا کسی که گلد یا سیلور پارتنرشیپ داشته باشه با توجه به کسایی که استخدام کرده باعث میشه که از مایکروسافت بتونه این لایسنس ها رو مجانی بگیره و بفروشه حالا مجانی مجانی هم نه ولی با درصد پایین که ما, اون درصد با قیمتی که تو بازار هستش میشه سود اون MSP پس بنابراین الان تمامی MSP ها دنبال این هستن که چیکار بکنن دنبال این هستن که کسایی رو بگیرن که حداقل یکی لایسنس اینجوری داشته باشه برای اینه که گرفتن لایسنس های مایکروسافت خیلی خیلی خیلی, خیلی توصیه میشه چه که گفتم حالا با... میرسیم به بحث که جمعندی بکنیم تمام اسکیلاتون رو جمع بری بکنیم هر اسکیلی که دارید اما در نظر بگیرید اسکیلتون گرفتن پاس مثلا پس کن من خودم نه افزار پاسکال بلدم من دیگه هرگز نمیام بگم آقا من پاسکال بلدم تو رزومه میام به روزش میکنم ببینم الان تو نم اسکیلی که من بلدم کدومش به روز هستش اون رو میذارم تو رزومه لیمیت های خودتون رو بشناسید آقا من درسته که توی ایران به هم میگفتن آقا یه مهندس پوریا ناسنیا ولی اینجا ما یا من مهندس پوریا ناسنیا هستم یا نیستم خودت چیز باید بکنیم خودمون رو بیاریم دانگرید بکنیم با خودمون رو خود ری بکنیم ببینیم ما کجا هستیم آیا من کار میخوام یا نمیخوام چون بحث گرفتن کار اینجا خیلی مهمه شما اگه اینجا کار نشته باشین خیلی سخته من باز تو ایران میتونم به جرئت بگم که اگه کار نداشته باشی راحت تر میتونی زندگی بکنی تا تو اینجا چون حداقل دوست داشتنی هستش که ساپورتت بکنه ولی اینجا دیگه خودت پس من ولی همواره لیمیت های خودت رو نشناس میگم رویا پردازی هم نکنین که آره الان مثلا رفیق من اومده اینجا داره توی آی تی مثلا الان من دارم یکی از دوستای خودم هست تو مونتریال داره 110 هزار می تا میگیره پوریا چرا تو الان داری 80 هزار تا میگیره اون سال در تو مونترال داره میگیره معلوم نیست چه به این رو رسیده من نمیتونم خودم با اون مقایسه کنم من هرگز نمیتونم خودم با دیگری مقایسه ما هیچ و انگشتای دست ما این هم نیست چه جوری مثلا فرض بکنی که من خودم با اون معلوم نیست باید چه طریقی با چه شانسی با چه نالجی رسیده به اونجا من الان چی دارم و با توجه به این چیزی که من دارم به کجا میتونم بعد <تصح> در نظر بگیرید که در چه موقعیتی هستیم اینکه کج هستیم ایناست من آیا جونیور حساب میشم آیا اینترمدیت حساب میشم آیا سینیور حساب میشم تا اونجایی که میتونید قبل از اینکه برید دنبال جاب آفر گرفتن یا مثلا فلان در رابطه با اون چیزی که میخواید تحقیق کنید همه این تغییرات که گفتم بهتون رو حتما انجام بدید چقدر درآمدشه شرکت چه شرکتیه شما وقتی که وارد یک اینترویو میشید ازتون یکی از مهمترین چیزایی که میپرسن اینه که سوالی ندارید همه فکر میکنن که نه من سوالی ندارم نه و این بدترین جواب سوالی ندارین یعنی نه یعنی من, من اصلا هیچ علاقه ای ندارم به شرکتتون حتما برید قبل اگر خوشبختانه موفق شدید که اینترویو بگیرید برای اینکه تو اون اینترویو موفق باشید حتما و حتما برید در رابطه با شرکت مطالعه کنید مدیرش که مدیر عاملش که چجوری میرم بالا چند تا ساعت تحصیلاتشون چجوری هستش من چجوری تو این شرکت میتونم رشد بکنم چجوری میتونم در مورد درآمدش صحبت بکنم درآمدش اصلا چه قدری درآمد زن گرفتن تا اونجایی که میتونی اطلاع جمع بکنی وقتی یارو میپرسه سوال ندین دقیقاً اینا که از سوالات بعدین باشه چجوری میتونم تو شرکت رشد اینا رو حتما در نظر بگیر بیلڈنگ یور رزومه بیلڈنگ یور لینکدین پروفایل صد درصد لینکدین فراموش نشه حتما پروفایل لینکدینتون درست بکنید هرچی چی دارید جمع آوری بکنید حتی حتی اگر والنتیر بودید حتی حتی اگر رفتید تو کوآب کار کردید حتی اگر رفت اینجا حتی درس خوندن توی رشته هم سابقه میتونید بذارید یعنی دو سال کالجی که رفتید درس خوندید شما دو سال تو اون زمینه بودید اونم دو سال سابقه حساب میشه مثل ایرانی ها محخوض به آیی در خود که دو سال افتان درس موندن کاری که نکردم نه،, نه تو داشتی درس میکنی در رابطه با آی تی پس من برای حتما این رو در نظر بگیر اصلا از اینکه که ریجیکت میشی تا خسته نشو وارد یک محیط جدید شدی نمیشناسنه خیلی معروف از تو هستن خیلی مشهورتر از تو هستن خیلی آشنا از تو هستن که میتونن برن قبلی پس من نگو که اگه من همش دارم میفرستم انتخابم نمیشه نه اشکال نداریم میگم من برای کار گرفتن روزی مثلا فرض بکنی سی سی و پنج رزومه میفرستم حتی گاهی اوقات میشدش که مثلا میرفتم اینا میگه ای من رزومه رو برای این یه دیگه هم دوباره بفرستم اینجوری اصلا خسته نشید همیشه و همیشه این که من برم تو کوآپ شرکت, شرکت بکنم تو این میتینگ شرکت کنم تو همین وبیناری که الان وقت گذاشتم و من خیلی هم ازتون ممنونم که شنونده من, من بودید شرکت بکنم همه ای اینا به شما کمک میکنه که تو دانشی که میخواین در رابطه با کاری که میخواین انجام بدید در رابطه با مسیری که میخواین برین موفق تر بشید و اینکه از کوچیک شروع کن همواره سنگ بزرگ علامت نزدنه این مثالی هست که قدیمیه ما میگم و باید حتما با هم مثال درسی بوده اگر من بیام بر خودم در نظر بگیرم که مثلا فرض بکنم که من به هم تو آی بیم هیچ فقیش کاری نمیتونم نه ولی اگر در نظر بگیرم که نه من میخوام برم توی شرکت دیتا سنتر کوچولو کار بکنم و تو اون شرکت یه خود پیشرفت بکنم کار را چار رو یاد بگیرم یواش یواش وقتی که داری کار میگیری چون پول داره دستت میاد اعصابت هم راحت تره دیدت هم بازتره امکان با اه اه بهتری هم داری برای سرچ کردن بعد بریم جلوتر دیگه این چیزایی بودش که میتونستم بگم و در رابطه با نی... لایسنساتون لایسنساتون اکسپایر هم که میشه نگرشون داریم اگر اومدید مثلا رفتید یه جا صحبت کردید گفتید لایسنست اکسپایر شده بگو اگه لایسنسشون نیاز داریم من روی من میکنم یه سری از لایسنس هایی که همواره بعد به روز بودنشون فکر بکنید همون ای پلاس و نتورک پلاس و ایج رو 365 و تیم ادمین و این جور چیزا هستن اینا رو حتما چون الان به روز و هم همه جا میخوان تا یکی دو سه سال آینده هم هستش اینو بروز به روز باشه ولی اگر بقیه لایسنساتون به روز نیست نگران به روز کردنشون نباشید فقط بذاریدشون کدوم سایت هستن که بهتر بتونید سرچ کنید شما خودتون همتون استادین من دیگه لازم نیست بگم فقط اینو به من نمونه براتون که ایندید دی ترانس لینکدین گلاستور چاپ بانک لینکدین خیلی تخصصی میشه لینکدین معمولا افراد خیلی خاصی میام. من ولی جدیدا دیدم که چون کسایی که رو لینکدین سرچ میکنم برای جاب خیلی بهتر از این دید عمل میشه چون این دیدیا همون شدن که زمان تاسفانه میگم یه سری هستن که یا خیلی جابی میخوان که مثلا یارو میخواد سفینه فضایی بسازه با پول یه جنیتور یا اینکه مثلا طرفش رو از قبل انتخاب کردیم بلاستور ورک پلیس زیبر مانستر اینا سایت هستن که شما میتونید بهشون رجوع بکنید برای چیز سوالی چیزی هست دوستان من در خدمتم اگر هم نیست که فکر می تا یه سری سوال در رابطه با تکس پرسیدم من تا اونجایی که تونستم تکس نگاه کردم نمیدونم جواب همه رو دادم یا نه اگر چیزی هستش من در خدمت شما هستم میتونید ببیناتون باز کنید آیا گرفتن پی ام پی برای دیتا آنالیز پیشنهاد میشه من پی ام پی رو برای هر شغلی حالا ننگی که اینکه فناوران خودش متولد پی ام پیه ولی واقعا پی ام پی رو برای گرفتن هر نوع شغلی توصیه میکنه پی انچ پی انچ پی اینج رفتی به چیز پیدا نمی کنی به دیتا پیدا نمی پی اینج وقتی که ما در مورد پی اینج پروفیشنال انجینیرینگ صحب این داریم صحبت می کنیم بحث من خودم می اینم بگم برای چه وقت داریم ببینید من خودم میخواستم برم برای پروفشنال انجینیرینگ اقدام بکنم خب من فوق لیسانس مهندسی صنایع داشتم دیگه از دانشگاه آمریکا بعد رفتم اونجا توی واحدی که توی نواسکوشیا بود توی هلیفکس رفتم صحبت کردم گفت خیلی من آره کاری ندارم میتونم امتحانش رو خیلی راحت کنم خیلی خوب باشه ولی بعد بنگ این سرتیفیکیت بده بگم بعد تو دو سال چیز داشته باشی دو سال سال کار پروفشنال در این زمینه توی کانادا داشته باشی شرمنده من بعدم سر کار نمیتونستم چیز باز هم کانادا رو انتخاب میکردم آه... <applause> نه آمریکا رو انتخاب میکردم اگه میتونستم واقعیت امریکا. ولی غیر از آمریکا و کانادا هیچ جای دیگه نمیرفت اگه من میگشت آره خلاصه اینجوری شد منم دو سال نداشتم خب تو دو سال تو بابری یا اپرنتیس کار بکنی یا مجانی با بری برای یکی کار بکنی دیگر. ولی پی انچ پروفشنال انجینیرینگ رو حتما دو... بحثش بحث خیلی خیلی فنیه وقتی که شما میرس رو دیگه اصلا دیتا آنالایزر اینجور چیز و اینجور چیزها دنبالش نرو شما مهندس یه دونه حلقه داری تو این دستت اصلا جاب سرچ کردنت یه چیز دیگه است یه دی لول بالاتر میافتی شما فکر میکنم باید آقای پوریا فکر میکنم رزومت نویسی خیلی مهم ما خودمون فکر میکنیم رزوممون خوبه ولی نیست لطفا لطفاً و یک دوستانی که در رابطه با رزوم نویسی هستن مشورت کن رزومت رو ببین چه جوریه بده یکی نگاه کن حتما اونه چون رزوم خیلی مهمه سوال بهتر با توجه به تخصص دنبال شغل پایین باشیم تا شانس بیشتر باید بود. بله 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 صد درصد شما نیو هستید به این کامیونیتی باید از پایین شروع کنید متاسفم خیلی متاسفم که باید حقیقت رو بگم بنابراین از پایین شروع بکنید که اون درگیری ذهنی کار نداشتن رو از خودتون رها کنید بعد تو اون شرکت دنبال ارتقای خودتون باش. این سوسیه هستش که من بهتون بانک تلر شدن رو, دم رو من تیچ اطلاعاتی در رابطه بانک. با اون بانک تلر منظورت کال سنتر بانکه من این نیست سیسکو او سیسکو خیلی خوبه بله سیسکو خیلی مدرک معتقدی حتما پتانسیل هست سیسکو الان یکی از بهترین فایربالاش مراکیه که خیلی خیلی درصد بسیار بالایی از شرکت از مراکی استفاده میکنن سیسکو خیلی بالا من این سیسکو یه لول خیلی خیلی خوبی اگر داشته باشی سیسکو بتونی ادام بدی عالی بله ساناس خانم هم دستشون بلند کردم من در خدمتم فهم. سلام خسته نباشین متشکرم از پرزنتیشن تو خیلی استفاده کردیم فقط من یه سوال از خدمتتون داشتم این که هرچی هر چی مدرک داریم هر چی دوره رفتیم همه رو بذاریم این بحث که یه وقتی آدم اونجا تهدید میکنن به اینکه اوور کوالیفاید میشین اون وقت برای کار نه 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 نکنید هر چی مدرک دارید در رابطه با اون کاری که دارید میگید خب وقتی برای یک یه کار اردام می کنید به شما بله بله تو اون ریسپانسیبیلیتی ها نگاه کن ببین کدوم مدرکات به اون ریسپانسیبیلیتی ها خب مثلا وقتی که میگه دیپلوما یا مثلا میگه که باید داشته باشه یعنی ما, ما نبا مسترمون رو که از ایران گرفتیم توش بذاریم نه مستر بذاری نمیخواد من خودم اگه اگه میتونستم محله رشد لینکدین هم بتون نشون بدم من تا لینکدین تا قبل از اینکه بیام اینجا تا قبل از اینکه بیام تو کانادا مهندس معدن لیسانس اقتصاد ام بی ای فوق لیسانس فوق لیسانس امیر اینجا که رسید یهو شکست شدم دیپلم اقتصاد تو تونستم کار بگیرم بعد یواش یواش که دیگه اون چیز رفتم بالاتر حالا اومدم اون یکی هم که وست دو تایی رو که وست تایید کرد رو گذاشتم یعنی اومدم لیسانس شهید بشتیم رو گذاشتم با لیسانس امریکا بیرم در کنار بقیه چرا؟ چون اون نگاه میکنه میگه یارو واو تو شرکتش مهندس بوده الان بیاد اینجا میخواد برای مهندس بازی در نه نمیخوام نمیدونم چه جور جواب بله, بله. پس مدارک لزوما فقط طبق چیزی که توی جاب دیسکریپشن میاد اگر میخوای کار بگیری باید خودتو هم بشکنی بعد بشکنی موش. خب موشکر. من یه سوالی رد شد بپرسم در رابطه با کلاد ادمین هم سرتیفیکیت اصلا کلاد ادمین هم سرتیفیکیت ها سر میکنه بله ولی کلاد ادمین وقتی که میگیری میتونی به ثابت میکنه که شما در رابطه با نتورک در مورد با لینوکس در رابطه با ای پلاس همه اینا ام 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 اوکی هستی ولی اگر شرکتی رو میخوای آفر بگیری که بهت میگه که مثلا نتورک پلاس میخوام معمولا کلاد ادمین یه خود چیز بعد جا بندازی برش و من نمیدونم جواب رزومه نویسی رو درست دادم یا نه ببینید همواره رزومتون رو همساز با آفری که میخواید بگیرید بکنید هیچ وقت هم خودتون رو محدود به آفر نکنید معمولا بین این یک دسته آفر رو میگه. اگه من اومدم در رابطه با سیستم آنالایزر براتون صحبت کردم یا در رابطه با سیس ادمین صحبت کردم سیس ادمین و سیستم آنالایزر من نت ادمین یه تایتل یه تیتره اون تیتر رو میبینید و کارهایی که نوشتن اگه به دقیقاً بکنید میبینید که ریسپانسیبلیتیشون خیلی شبیه هم پس برای خیلی راحت میتونید رزومه رو یه جوری درست بکنید که برای مثلا فرض کن 20 تا 30 تا شرکت بفرستید ولی اگه مثلا یه شرکت رو داری نگاه میکنی که یک رزومه یه ریسپانسیبیلیتی خاص میخواد فقط یه رزومه برامون بفرستی برای شرکت بعدی نمیتونی همون رزومه رو بفرستی دوباره باید بری بگردی دنبالش. این بحث رزومه نویسی رو حتما خیلی خیلی بهش دقت کنید یکی از دلایلی که ماها ریجکت میشیم بخاطر اینه یعنی که ما فکر میکنیم ما خوبه خوشبختانه با... بر... فکر که فناوران دوستانی رو داره که در این رابطه با رزومه کمک آنلاین هم شرکت های هستن ولی اونا پول میگیرن اونا نمیدونم فناوران ما چیز میکنه ولی شما میتونید با اونا هم صحبت بکنید که حداقل رزومه تون رو بفرستید که براتون بازبینی گری کنن اون چیزی که در رابطه با هستش برام بعد شما نوشتین که تو ایران مدیر بودیم بیانیم تو داخل رزومه هیچ وقت مدیر رو تو رزومه کار نمیگیری نکن نه اصلا نمیدن کار تو بگی من ما... مگه ما... من خودم الان براتون فکر کنم جواب دادم من خودم یهو اومدم اول شروع کردم من آره من فوق لیسانسم 40 سال سابقه فلان دارم 40 سال که 20 سال سابقه فلان دارم 20 سال دارم بیش دارم آقا اصلا کار نمیدن حتی اگرم مدیر بودی تو رو نمیارن بزنن سرکاب به عنوانه چیز چون میگه آقا میخواد بیا برام مدیر بازی در بیاره یعنی <تصح> 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 به خیلی او... لوریش رو بگم و با... آمیانش رو بگم ببخشید مثلا میگم مثلا با... بشه آمیانش اینه آقا جون تو هنوز از دهاتی که از با... نظر من هستش از چون معمولا ماها رو دهاتی در نظر کشورهای اونور اصلا اینا در نظر نمیگیرن از اون من پاشتی اومدین چون میخوای بر من مدیریت کنیم من نمیزم این دید توی که علا توی تو های کوچیک خیلی زیاد حالا تو پرابیس های بزرگتر چون مهاجر بیشتر هستش با منجرهای خیلی متخصص تر سرکادن خیلی کمتره کم رنگتره ولی دیدی هستش که وجود داره دوستان امیدوارم که روز خیلی خوبی داشته باشید بهتری که ببندیمش بده موفق و معیت تا آینده